خبرهایی از تحولات قیام مردم سوریه. هواپیماهای جنگی اسد مناطق مسکونی شهرهای حلب، درعا، هما، هومس، دمشق و حومه آن را با بشکه‌های انفجاری هدف قرار دادند. نظامیان اسد در فصل جدیدی از کشتار مردم مناطق آزاد شده بعد از نمایش انتخابات شهر عربین در حومه دمشق را با گازهای سمی هدف قرار دادند که بر اثر آن ده‌ها تن از ساکنین این شهر مصدوم شدند. پزشکان سوری میگویند هنوز نوع گاز سمی به کار برده شده مشخص نیست و احتمال میدهند گاز سمی کلر باشد که رژیم اسد تاکنون چندین بار در مناطق دیگر سوریه آن را به کار برده است. کردان‌های اپوزیسیون سوریه در حلب در چندین جبهه با نظامیان اسد درگیر شدند و در محل میدان چندین تن از نیروهای دشمن را به هلاکت رسانده و یک خودرو مهمات آنها را در اطراف زندان مرکزی حلب منهدم کردند. از سوی دیگر در جنوب سوریه رزمندگان ارتش آزادی در استان درعا، مقر لشکر 12 و گردان 175 و فرودگاه نظامی لشکر 5 نظامیان اسد را با موشک‌های گراد هدف قرار دادند و خسارت‌های سنگینی به آنها وارد کردند. عبدالحلیم خدام معاون سابق رئیس جمهور سوریه در مصاحبه‌ای با الشرق الاوسط گفت رژیم ایران طرفی بود که داعش را به سوریه آورد. رژیم ایران بخش اصلی جنگ در سوریه است. الان نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله در کنار رژیم اسد در حال جنگند و سرنگونی رژیم اسد یک ضربه سنگین برای تمامیت رژیم ایران خواهد بود. اگر رژیم بشار اسد سرنگون شود، کار رژیم ایران در عراق تمام است و نقش حزب الله در لبنان اگر متلاشی نشده باشد، تضعیف خواهد شد. در نتیجه حضور شبه نظامیان رژیم ایران و بازوی آن کاهش خواهد یافت و شاهد پسرفت نفوذ رژیم ایران در منطقه خواهیم بود. برای همین هم رژیم ایران شدیداً در تلاش است تا رژیم اسد را با سلاح و نیرو و پشتیبانی سرپا نگه دارد.